بینندگان برنامه های بنیاد آینده و به ویژه برنامه های برگی از تاریخ و یک کلمه، من محمد امینی بسیار شادمان هستم که اینک دومین برنامه را پس از یک گسست طولانی بیماری ناشی از کووید برای شما به پیشکش میکنم. در کنار شما هستم با همکاری خانم غزاله، کارگردان برنامه، که امیدوارم برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم. سده بیستم سده نسل کشی بود. با نسل کشی آغاز شد در جنگ جهانی اول و در بالکان با نسل کشی این سده به پایان رسید و در این میانه نزدیک به شاید 50 میلیون نفر به دلیل همین نسل کشی از میان رفتند. بزرگترین نسل کشی در دوران جنگ جهانی دوم بود. کارهایی که هیتلر انجام داد، کشتن یهودیان، سوزاندن اونها، از میان بردن اونها و یکی از بزرگترین جنایات تاریخ در برابر مردمی که هیچ گناهی جز باور دینی دیگری یا دیپا یا وابستگی به یک قوم دیگر یا وابستگی به یک پیشینه دیگر نداشتند، یهودی بودند، اینها رو بردند و کشتند در همه جا. فقط هم تنها هم این کشتار در آلمان صورت نگیره، بیشتر این کشتار بیرون از آلمان در لهستان بود، در کشورهایی که شمار گسترده ای از یهودیان در اونجا زندگی می کردند و تقریبا در این کشورها یهودیان را از بین بردن. البته جدا از یهودیان دیگران را هم می کشتن. اما در آغاز این سده در جنگ جهانی یکم، در جریان این جنگ یک پدیده تازه‌ای به نام پانترکیزم آغاز شد. ناسیونالیزم ترک از دل دولت عثمانی بیرون آمد و این ترکان جوان و حزبی که درست کرده بودند برای اینکه بتوانند این آنچه که از امپراتوری ورشکسته عثمانی باقی مانده بود رو نگه دارند، یک فضای ضد بیگانه ایجاد کردند. ارمنی ها و آسوری ها رو متهم کردند که وابستگان دولت های خارجی هستند و دست به کشتار زدند و نخستین نسل کشی بزرگ این دوران، این سده در اون دوران در ترکیه امروز آغاز شد که هنوز همین رو انکار می کنند. کشتار ارمنیانی که بسیاری از اونها مانند جنگ جهانی دوم کشته نشدند، بلکه شاید حدود 80% اونها در از خانه رانده شدن در گرسنگی در راه مردند و اونها رو در واقع آواره کردند و در آوارگی اینها از میان رفتند. و جالب اینجاست که در اون دوران آذربایجان اینها رو به بسیاری از ارمنیان و آسوریان پناه داد و اونها به ایران آمدند، به آذربایجان آمدند و ماجرایی است که اشاره خواهم کرد در این برنامه امروز. در پایان این دوره جنگ های بالکان بود. کشتاری که از سوی سرب ها در مقابل اون کسانی که باور به یک پارچگی یوگسلاوی پیشین نداشتند، دست به کشتار اونها زدند و جنایات بسیار بسیار پلیدی رو انجام دادن. خوشبختانه در این دوران برخلاف جنگ جهانی یکم و کشتار ارمنیان و سپس جنگ جهانی دوم، ما با پدیده‌ای به نام یک دادگاه بین‌المللی در لاهه روبرو هستیم و بودیم که به بسیاری از اینها رسیدگی کرد و بسیاری از این جنایات رو آشکار کرد. در این میانه هم کشتارهای نسل کشی‌های مانند آنچه در آفریقا، در گوش و کنار آفریقا روی داد، 700 هزار نفر در یکی از کشورهای آفریقایی به دست یک گروه دیگری از گروه‌های ایلی
قبیله اونجا کشته شدند و صدایی از کسی بر نخواست. نسل کشی یا کشتار قومی مذهبی وسیله برای فراز به قدرته و اینک در بخشی از خاورمیانه، بخشی از همسایگی ما، دولت آقای اردوغان، آدمی که سواد زیادی هم نداره، درس درستی هم نخونده، ولی هوچی خیلی برجسته ای هست و امیدوار هستش که دولت عثمانی رو دوباره به وجود بیاره یا برافرازه یا اون رو در واقع در میدان بیاره، این آقای اردوغان. البته این چهره اون هست در کنار رئیس جمهور آینده آمریکا، ولی از این عکس ها از او زیاد هست. آقای ترامپ هم ایشون رو خیلی دوست داره، یعنی اون رو به عنوان یک رهبر عالی قدر ستایش میکنه. البته یکی از دلایلش روابط بیزینسی است که ایشون با دولت ترکیه داره. آقای اردوغان با یاری الهام علیوف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، جمهوری که نباید اسمش آذربایجان باشه، جمهوری اران، به یاری او دست به یک فتنه در این منطقه زده و یکی از اونها برانگیختن جنگ قره‌باخ است و این شادمانی از اینکه در جنگ قره‌باخ اونها پیروز شدند. در کنار اون، این آقای اردوغان آرمان‌های اسماعیل انور پاشا رو دنبال میکنه. حالا خواهم گفت این اسماعیل انور پاشا چه کسی است و سروده ای رو از یک سراینده ایرانی خوانده درباره اینکه عرس باید میان این دو بخش کشور نباشه، یعنی آذربایجان به قول اونها آذربایجان جنوبی و آذربایجان جمهوری آذربایجان، اینها باید یک کشور باشه و البته زیر سایه محبت آقای اردوغان بخشی از این امپراتوری بزرگ ترکی باشه که آقای اردوغان مانند انور پاشا میخواهد به وجود بیاورد. انور پاشا مهندس کشتار ارمنیان در جنگ جهانی اول بود، کسی است که اندیشه ترک بزرگ رو در میان نهاد. جریان ترکای جوان که میگویند این سه نفر هستند، سه پاشا هستند: انور پاشا، اسماعیل انور پاشا، محمد طلعت پاشا یا محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا. این پاشا البته به معنای دیگری است، در یعنی عنوانی است در میان ترک ها به عنوان یک شخصیت بزرگ بالا، و این سه نفر پایه‌گذاران حزبی بودند که بنیاد کوشش برای یک کار تازه‌ای شد. یعنی در جریان جنگ جهانی اول، خیلی پیش از جنگ جهانی اول، امپراتوری بزرگ عثمانی ناتوان شده بود و بخش های بزرگی از این امپراتوری از دست رفته بود. این حزب تازه یا این ترکان جوان که بعدها از دل اونها تا ترک بیرون آمد، پدر ترک، آتاترک یعنی پدر ترک، آتاترک بیرون آمد، این ترکان جوان، این سپاشا بران شدند که از دل این دولت عثمانی یک ناسیونالیزم ترک بیرون بیارند. یعنی به این نتیجه رسیدند که برای نجات سرزمین‌های بازمانده امپراتوری عثمانی باید به شرق نگاه کنند و به همین دلیل هم با آلمانی ها متحد شدند، با دولت آلمان در جنگ جهانی اول متحد شدند برای اینکه بازمانده امپراتوری عثمانی رو نگه بدارند و بتوانند یک امپراتوری بزرگی که در برگیرنده سرزمین‌های جنوب روسیه
یعنی سرزمین هایی که بخشی از مردم اون به ترکی سخن میگویند، مانند سرزمین های اران، حالا بعدها کردن این رو کردند آذربایجان، سرزمین های قفقاز و سرزمین های آسیای میانه و بخش های از ایران، یعنی آذربایجان ایران، اینها رو در واقع تبدیل کنند به یک امپراتوری تازه به جای امپراتوری عثمانی، امپراتوری ترک. آقای اردوغان در این است، آرزوی بازگشت به دوران عثمانی رو آنچنان نداره، میخواد از این دوران عثمانی، این ایده های انور پاشا رو در واقع زنده کنه، یعنی دولت ترکیه رو تبدیل کنه به دولتی که چیره است بر تمام سرزمین هایی که در اونها مردمی به زبان ترکی سخن میگویند، مانند جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران، یعنی آذربایجان واقعی، یعنی آذربایجان ایران، چون نام جمهوری آذربایجان هیچگاه آذربایجان نبوده، در دوران مساواتچی ها این رو تبدیل کردن به عنوان یک وسیله‌ای برای جلب یک جریان ناسیونالیستی، نام اون منطقه اران بوده. در درازای تاریخ منطقه قفقاز و آذربایجان ما به سه منطقه تبدیل می شده، منطقه‌ای که به اون ارمنیه یا ارمنستان می گفتن، سرزمین های ارمنی نشین، سرزمینی که به اون اران می گفتن یا اران، البته اران درست‌تر است، و سرزمین آذربایجان. آذربایجان هم یک سرزمین تاریخی است که به اون اشاره خواهم کرد، یعنی سرزمینی است که نام اون نام تاریخی است و باز می‌گردد به دوران هخامنشی، آتورپاتکان، و می‌دانید که در اون دوران، در دوران هخامنشی و بخشی از اون، یعنی از ماد شروع شد به دوران هخامنشی رسید و حتی اسکندر هنگامی که بر ایران چیره شده بود در اون دوران کوتاه، کوشش کرد که همین روش کشورداری رو دنبال کنه. روش کشورداری در دوران ماد و هخامنشی در این بود که به فرمان روایی های محلی یک امکانی میدادند که حالا شاید مانند فدرالیسم، که اینها بتوانند مرزبانان امپراتوری باشند، و در همه جا چنین چیزی وجود می داشت. و یونانی ها پس از این که به ایران آمدند در دوران اسکندر، این رو کشف کردند و واژه ساتراپ رو از واژه پهلوی خشترپاون، در واقع خشت پاون که درست تر استش، دشوار هست گفتن اون، یا شتر پاون، از اون گرفتن و ساتراپ رو به ما دادن. و خیلی از ایرانی ها از اون به عنوان یه واژه‌ای که در فرهنگ ما هم بوده و هست استفاده میکنن، ولی درست نیست، این واژه یونانی است، واژه تاریخیش همون یا با خ مخفف شروع میشه یا بدون خ، واژه پهلوی است، شتر پاون یا شتر پاون یا همون فرماندار محلی. در اون دوران آدمی، در دوران هخامنشی، پایه‌گذار این فرمانروایی آذربایجان آتروپات بوده، و از اون به بعد، از اون پس هم آتروپاتگان به عنوان سرزمین آذربایجان نام‌آور می شود. در همه متون ایرانی و خارجی این نام وجود داره، یعنی سرزمین آتروپاتگان یا آذربایجان یک سرزمین تاریخی است، تاریخی بسیار کهنی است، و هنگامی که اسکندر به ایران لشکر میکشد، در واقع این پادشاهی آتورپاتکان بخشی از شاهنشاهی ایران بوده که او در واقع اینها رو شکست میده. هیچ نشانی از اوغوزها، قزها، از خزرها در اون دوران، یعنی از خاندانها و قبایل ایلهای
ترکیک در اون دوران در آتوپاتگان وجود نداره. این رو ما با قاطعیت می توانیم بگوییم. نخستین جغرافیا نویسان دوره پس از اسلام هنگامی که به این سرزمین نگاه می کنند از زبان آذری، از زبان ویژه‌ای که میان این مردم وجود دارد سخن می گویند و کمتر اشاره‌ای یا شاید هیچ اشاره‌ای به اینکه در این سرزمین بخش بزرگی از اون، یعنی سرزمین امروز آذربایجان، بخش بزرگی از اون ترکان در اون زندگی کنند یا ترک زبانان زندگی کنند وجود نمی داره. از پیش از تاریخ بیهقی و تا حدود 150 سال پس از تاریخ بیهقی ما نوشتارهای زیادی در دست داریم که نخستین کسی که کوشید پای ایلهای قز رو به ایران باز کنه سلطان محمود غزنوی بود. سلطان محمود غزنوی خودش قزتبار بود یا اوغوزتبار بود، اما یعنی نیاکانش، اما خود او در فرهنگ ایرانی پرورش پیدا کرده بود. زبان فارسی برای او روانتر بود تا زبان ترکی و شیفته فرهنگ ایران بود و ایرانی بود، روی هم رفته، اصلا در این جای گفتگو نیست. نخستین دولت ترک تبار رو در ایران به وجود آوردند، ولی دولت ایرانی بود. همان گونه که دولت پیش از آن، یعنی دولت سامانی، به این فرمان روایان ترک، یعنی نیاکان یا خاندان غزنوی اتکا کرده بود برای اینکه خراسان بزرگ رو اداره بکنه و اونها سپهسالاران و جنگجویان دولت سامانی شده بودند، سلطان محمود رم بران شد که از قزها بهره بگیره و آمد و گروه بزرگی از قزها رو از آن سوی رودخانه ای که ما به نام سیحون میشناسیم. البته این رو من باید بگویم که ما دو رودخانه بزرگ هست که امروز در ازبکستان جاری است، ولی این بخشی از سرزمینی بوده که تاجیک ها در اونجا چیرگی داشتن، بعدها اونا رو بیرون راندن و اونها تاجیکستان رو درست کردن، آمودریا و آسودریا. و این رودخانه سیحون و جیحون که نام های پس از دوره آمدن اعراب هست، این آمودریا و آن یکی رودخانه بزرگی است که اینها دو رودخانه است که این دشت بزرگی که ازبکستان امروز در درون اون قرار داره، این دو رودخانه رودخانه هایی بودند که از اون گذر بسیار دشوار بود. سرزمین های آن سوی رو فرارود می گفتند. این فرارود بخش هایی بود که در اون، در استپای آسیای میانه، بسیاری از این دسته های ایلی ترکیک زندگی می کردند و قزها یکی از اونها بودند. سلطان محمود غزنوی قزها رو به خراسان آورد و این قزها رو نمی توانست کنترل کنه. اونها دست به کارهایی زدن که خود سلطان محمود هم به راستی خشمگین شده بود و حتی دستور داد بخش بزرگی از این رهبران اونها رو گرد بیاورند و انگشت بزرگ اونها رو ببرند که نتوانند تیر اندازی کنند با تیر کمان، که به هر حال کاری بود که می توانستن انجام بدن. سپس هم دست به سرکوب در دوره غزنوی، دست به سرکوب این قزها زدند و رفتارهای بسیار بسیار بدی رو با اونها کردند و بسیاری از اونها توانستن جان به در ببرند و از خراسان فرار کنند و پس از جنگ و گریز و زد و خوردها و کشتارها سرانجام به آذربایجان رسیدند و در آذربایجان از مردم آذربایجان انتقام گرفتن. این نخستین ورود یک گروه ایلی ترکیک به آذربایجان هست، یعنی ورود قزها در دوران پس از غزنویان به اونجاست. و البته این پایان نیافت، با آمدن سلجوقیان گروه های دیگری هم از میان قزها و اوغوزها وارد
آذربایجان شدند و دولت سلجوقی به 5 دولت اتابکی تقسیم شد. یکی از اونها اتابکان روم بود که از دل اتابکان روم دولت عثمانی به وجود آمد. دولت عثمانی در واقع از دل این جریان هجوم سلجوقیان به فلات ایران به وجود آمد. در اون هنگام آناتولی یا سرزمین بخش بزرگی از سرزمین ترکیه امروز بخشی از امپراتوری ایران پیش از اسلام بود، یعنی پیش از اسلام تمام این سرزمین ها بخشی از ایران بودند. جالب اینجاست که در سال 1397 خورشیدی دولت ترکیه امروز، همین دولت آقای اردوغان که یک باره چشم به سوی آذربایجان گشوده و بسیار علاقمند هست که به گونه آذربایجان رو هم با جمهوری آذربایجان پیوند بده و امپراتوری گذشته پانترکیستی خودش رو به این سرزمین بکشانه، به این بخش بکشانه، در همین ترکیه در بخش میان آنکارا و استانبول در کارهای کاوش‌های تاریخی که انجام می‌دهند کهن‌ترین آپادنا رو پیدا کردند، یعنی حتی آتشکده رو پیدا کردند، یعنی آمدن و یک تخت جمشید تازه رو در این سرزمین میانه ترکیه پیدا کردند و که نشانه این است که در 2500 سال پیش همه اینها بخشی از امپراتوری هخامنشی بوده. ولی آقای اردوغان چشم به ایجاد یک امپراتوری تازه داره، امپراتوری انور پاشا، یعنی امپراتوری پانترکیست که یکی از چهره‌های اصلی اون رئیس جمهور کنونی آذربایجان خواهد بود و به همین دلیل هم این جنگ بزرگ قره‌باغ رو برپا کردند. درست است که از دیرباز میان ارمنیان و جمهوری آذربایجان و ترک ها درگیری های وجود داشته، ولی هیچ دلیلی وجود نمی داشت که این جنگ برپا بشود. این جنگ نیازی بود که آقای اردوغان داشت و باید پیروز می شد در این جنگ و پس از پیروزی باید این شعری رو که یک سراینده ایرانی سروده و او نمی دانست درباره آذربایجان ما بیان بکند که باید این دو آذربایجان عرص رو کنار بگذارند و یکی بشوند. این سخنانی است که آقای اردوغان در این درفشانی به زبان آورده. بار نخست نیست که کسانی از سوی دولت ترکیه، حالا ترکیه امروزه ولی عثمانی پیشین، چشم به خاک آذربایجان دوختند، یعنی میخواهند آذربایجان رو از آن خودشون بکنند. من میخواهم به این موضوع به درازا بپردازم که این سخنان آقای اردوغان تا چه اندازه ریشه تاریخی نزدیک داره، یعنی ایشان با اینکه سواد زیادی نداره ولی به یاری مشاوران بران شده که به یاری رایزنان و به ویژه آدم هایی که پیرامون الهام علیوف هستن بران شده که پانترکیزم رو در ایران هم گسترش بدهد و نغمه جدایی آذربایجان از ایران و یک پارچه شدن آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان رو برپا بکنه برای منافع دولت ترکیه و به ویژه برای پانترکیزم مهاجمی که امروز آقای اردوغان نماینده اون هست. فراموش هم نکنیم که
این آقای اردوغان در سیاست داخلی یک سرکوبگر، یک دیکتاتور، یک دشمن آزادی روزنامه‌نگاری و فردی است که سخت در سودای بازگرداندن ارزش‌های اسلامی دینی به یک کشور سکولار بسیار بسیار مهم در جهان است. دولت ترکیه نخستین و پیشروترین دولت سکولار در سرزمین های اسلامی بوده، نخستین کشوری است که به زنان حق رأی داده و خیلی پیش از کشورهای دیگر اروپایی. و دستاوردهای آتاتورک در این بوده که این کشور رو به عنوان کشور سکولار نگه بداره و چنین هم بوده تا آقای اردوغان به قدرت رسیده و یکایک سنگرهای سکولاریسم رو در ترکیه ویران کرده و یک جریان مذهبی در ترکیه برپا کرده و همراه با سرکوب روزنامه‌نگاری. دولت عثمانی دو بار دست به اشغال ایران زد در دوران مدرن که به اونها در این برنامه اشاره خواهم کرد، اما برای اینکه در چند هفته آینده پیگیری خواهم کرد، از جمله در هفته آینده یا برنامه آینده. البته توجه کنید که تلویزیون اندیشه و بسیاری از کانال‌های تلویزیونی در این دوران به دلیل ایام مبارک کریسمس و همچنین سال نو در روزهای تعطیل خواهند بود و من نخواهم توانست برنامه را اجرا کنم، ولی تا اونجایی که بتوانم بران هستم که از جمله به تاریخ آتورپاتکان بپردازم و یک سرزمین بسیار بسیار کهنی که بخشی از امپراتوری ماد و سپس امپراتوری هخامنشی بوده و پایتخت بسیار بزرگی هم داشته، گانزک یا گنجک، که از ویران شده و تنها امروز در بخشای از اون پابرجا، تخت سلیمان به اون میگویند، در آذربایجان غربی، استان آذربایجان غربی، تخت سلیمان که یکی از مرکزهای به هر حال گردشگری هست، خیلی ها به اونجا میرند، تخت سلیمان به جای مانده و یکی از آتشکده های بزرگ زرتشتیان در درازای تاریخ و برخی میگویند اصلا جایی که زرتشت زندگی میکرده در اونجاست و نزدیک شهری است در آذربایجان غربی، تکاب، و یک بخش ویرانی، بخش موجودی هست، بخش ویران هم هست، تخت سلیمان بازمانده پایتخت این امپراتوری، این پادشاهی، امپراتوری نه پادشاهی، فرمان روایی بزرگ آتورپاتکان آذربایجان بوده که بخشی از امپراتوری ماد و هخامنشی و تا پایان کار هم در دوران ساسانی هم بخشی از امپراتوری ایران بودن. اما بازگردیم به رشته گسسته سخن. پس از ویران شدن امپراتوری عثمانی، این ترکان جوان که این سه پاشا رهبری اونها رو در دست داشتن، بران شدن که یه راه تازه‌ای برای بازماندن این امپراتوری پیدا کنند و دولت ترکیه جوان رو به وجود بیاورند، یعنی از اون دولت عثمانی که پایه در مذهب داشت، یعنی از نام عثمان و عثمانی و خلافت بهره می گرفت و در واقع خودش رو بازمانده خلافت عباسی و اموی می دانست، خلافت اسلامی و فاطمی، حتی اون رو کنار بگذارند و دولت ترک به وجود بیاورند. به همین دلیل هم عثمانی رو کنار نهادند و دولت ترکیه، یعنی دولت ترک رو به وجود آوردن. زنده یاد احمد کسروی، با اینکه ما وقت زیاد نداریم، در یادداشت‌های خودش به این موضوع خیلی جالب پرداخته. میگه سال 1297 در آغازهای بهار
همچنان گرسنگی و بیماری در میان می بود. این رو من از کتاب خودم زندگی و زمانه احمد کسروی از برگ 162 بازگو می کنم. سپس گرفتاری دیگری آغاز یافت و آن اینکه عثمانیان رو به آذربایجان آوردند. روسیان که اینجا را توهی گذارده بودند آنان خواستند پر کنند، یعنی دولت عثمانی یا عثمانیان. یک دسته از سپاه ایشان بر سر ارومی و سلماس رفت سراغ ارومیه و سلماس. برای چی رفت اونجا؟ برای اینکه با آسوریانی که از ترکیه اون امروز از اون مناطق سرزمین هایی که اینها دست به کشتار ارمنیان و آسوریان زده بودند به ایران پناه آورده بودند، اینها رو سرکوب کنه. یعنی آنچه که در درون ترکیه نتوانسته بودند بکشند، اینک در ارومی و سلماس اینها رو بکشند. یک دسته از سپاه ایشان بر سر ارومی و سلماس رفت که با آسوریان جنگ کند و دسته دیگر یک سره به تبریز آمد. خب این آمدن اینها به تبریز باز می‌گردد به مسئله این سه نفر، یعنی سه پاشا که حزب درست کرده بودند، حزب اتحاد و ترقی، که دیگر در اونجا دیگر خلافتی وجود نمی داشت، بلکه این حزب دولت اداره می کرد و این سه پاشا بودند که به اشاره و به ویژه انور پاشا که مهندس همکاری آنچه که از دور امپراتوری عثمانی بازمانده بود با آلمان ها بود، یعنی با آلمان ها متحد شده بود و بران شد که از راه اسلام و پانتورکیز بتواند یک راه تازه‌ای برای گسترش آنچه که از امپراتوری عثمانی باقی مانده بود به وجود بیاورد. به ویژه اینکه در اتحاد جماهیر شوروی بلشویک‌ها به سر کار آمده بودند و آلمان‌ها و این ترکان جوان منافعی می‌دیدند برای اینکه در میان جمهوری‌های یا سرزمین‌های مورد جمهوری نبود، سرزمین های تزاری گذشته، سرزمین های مسلمان نشین تزاری گذشته که بسیاری از اونها در میان اونها مردم ترک وجود داشتند، اینها رو به سوی این حرکت پانتورکیزم فرا بخوانند و یک امپراتوری تازه پانتورکیک به وجود بیاورند به جای امپراتوری عثمانی گذشته. و این انور پاشا مهندس در واقع این کار بود. ورود اونها به آذربایجان که خود انور پاشا مهندس این کار بود، همراه بود با برجسته کردن پاره ای از رهبران کهنسال گذشته مشروطه که اینها برخی از اونها یک احساس نزدیکی می کردند با این ترکان جوان، مانند حاج آقا بلوری، حاج میرزا آقا بلوری و میرزا غفار زنوزی. اینها پیوستند به این نیروی مهاجمی که از سوی عثمانی وارد تبریز شد. اینها آمدند و تبریز رو گرفتند و یکی از نخستین کارهای اونها در این بود که به زنده یاد شیخ محمد خیابانی که برجسته ترین سیاستمدار اون زمان آذربایجان بود و رهبر حزب دموکرات و روزنامه‌ای به نام تجدد بیرون میداد با یارانش، به او پیشنهاد کردند که بیاید و به حزب اتحاد اسلام که اونها درست کرده بودند بپیوند، رهبری رو در دست بگیره و بشود رئیس جمهور آذربایجان و آذربایجان را از ایران جدا بکنه. خیابانی یک مرد برجسته شیفته ایران بود، زیر بار چنین چیزی نمی رفت. روزنامه تجدد در تبریز به زبان فارسی به چاپ می رسید، به زبان ترکی نبود. اینجا اونجا هم نوشتارهایی به زبان ترکی
وجود می داشت، ولی این روزنامه روزنامه زبان فارسی بود و خیابانی هم باور بر این داشت که ایران باید یک پارچه بماند. این واژه‌ای رو که یا عبارتی رو که دیگران هم بهره گرفتن، آذربایجان بخش جدایی ناپذیر ایران، این رو در واقع نخستین بار خیابانی به زبان آورد و او بود که در واقع این سکه رو، یعنی این در واقع این شعار رو درست کرد که آذربایجان بخش غیر قابل جدا شدنی از ایران هست و جدا بر این باور داشت و بنابراین زیر حاضر نشد زیر فشار دولت عثمانی برنامه های اونها رو بپذیره. این است که او و چند نفر از یارانش رو دستگیر کردند و از تبریز تبعید کردند و سرانجام هنگامی که دولت عثمانی ناچار به این شد که ایران رو ترک کنه، یعنی خب به هر حال شکست هایی که خورده بود، خیابانی بازگشت با افتخار و البته تاوان این افتخار رو با جان خودش در درگیری با دولت مرکزی شوربختا که داد، که بحث دیگری است که باید یک زمانی درباره جنبش خیابانی با شما سخن بگویم. ولی اتهامی که به او بسته بودند که او دنبال تجزیه آذربایجان بود دروغه، از بنیاد دروغ بود. یعنی این رو عثمانی ها در واقع میخواستند و خیابانی حاضر نشده بود که چنین کاری رو انجام بده. یعنی زیر چنین فشاری تن در نداد به اینکه چنین چیزی اتفاق بیفته. اما نکته ای است که در اینجا باید به او اشاره کرد، این خیابانی و نوبری رو با حاجی محمد علی بادامچی دستگیر کردند و از تبریز بیرون راندند. اما یکی از کسانی که با خیابانی خیلی نزدیک بود یا در روزنامه تجدد حتی در دوران سردبیری اون رو در دست داشت، میرزا طی‌خان رفعت، یکی از آدم‌های اصلی حکومت عثمانی ها در آذربایجان شد و همراه اون بود با یک آدم دیگری به نام یوسف زیا که منشی او بود. این یوسف زیا خیلی آدم جالبی است. این یوسف زیا که نماینده سیاسی این دولت عثمانی در تبریز بود، در مشهد درس دینی خوانده بود، پدرش آخوند بود و هم با آخوندها همکاری میکرد و هم با بلشویکا و در واقع بزرگترین مأمور امنیتی دولت عثمانی در آذربایجان هم بود. این آدم بود که توانست میرزا طی‌خان رفعت رو که آدم بسیار توانایی بود، نویسنده بسیار توانایی بود، او رو جلب کنه و دولت هوادار عثمانی، حزب اتحاد اسلام رو در تبریز و در آذربایجان به وجود بیاورند که زود گذر بود، تمام شد و شوربختا که این میرزا طی‌خان رفعت، این نویسنده و شاعر بسیار بسیار توانا که خیلی هم جوان بود، پس از اینکه جنبش خیابانی سرکوب شد و خود خیابانی کشته شد، یک روز پس از کشته شدن خیابانی خودکشی کرد. یه دوران پیچیده‌ای در تاریخ ایران هست که آدم‌های مانند رفعت می‌روند زیر پرچم عثمانی ولی همچنان وفادار هستند به این جریان‌های ترقی‌خواهانه یا پیشرو در خود جامعه ایران. روشن نیست خیلی از مسائل اون دوران و باید بررسی کرد. نکته‌ای که در اینجا دارم این است که این اندیشه‌هایی که در سر آقای اردوغان هست پیشتر انور پاشا داشته، یعنی آمدن سعی کردن، کوشش کردن آذربایجان رو از ایران جدا بکنن، کوشش کردن که این آذربایجان رو با اون آذربایجان ساختگی یکی بکنن. میدانید که این جمهوری آذربایجان اسمش اران بوده. ما در تمام قفقاز، منطقه آذربایجان و قفقاز، سه گروه داریم: ارمنیان، اران و آذربایجان.
آذربایجان ارتباط و پیوندی با جمهوری آذربایجان که مساوچی ها به دنبال ایجاد اون بودند نداشته. اینها رو در اون دوران ساختن و سپس استالین و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نام آذربایجان رو بر این واحد جمهوری جنوبی خودشان نهادند تا گرفتاری برای ایران به وجود بیاورند و نشان دادند که چنین کاری رو در سر دارند و این رو در سالهای پس از جنگ جهانی، در دوران جنگ جهانی دوم با اشغال آذربایجان از طریق ارتش سرخ انجام دادن. اما پیش از اون دولت عثمانی بود که با کمک، یعنی در واقع اندیشه انور پاشا بود که کوشش کرد آذربایجان رو از ایران جدا بکنه و این رو امروز آقای اردوغان دنبال میکنه. و مسئله دردناک در این است که در این میان در درگیری در قره‌باغ و دیگر مسائل و اینکه مردم آذربایجان رو برانگیزند به اینکه باید ضد ارمنیان باشند یا شادمان باشند از اینکه دولت الهام علیوف توانسته قره‌باغ رو، جنگ قره‌باغ رو ببره، یک نوع نسل‌کشی تازه دیگری رو برپا کنند. آقای الهام علیوف و اردوغان بر این باور هستند که بقیه ارمنستان رو هم باید بگیرند. اونها بخشی از آذربایجان هستند. ارمنیان اصلا اینها باید به عنوان مانند کردهای ترکیه، به عنوان ترکهای کوهی شناخته بشوند و روش هایی که در اون دوران به کار بردند. و می دانید که این درگیری ها میان دولت عثمانی و ارمنیان ناسیونالیست های ارمنی باز می گردد به دوران حتی پیش از جنگ جهانی اول و این رو می خواهند زنده بکنند و این رو می خواهند به ایران بکشانند، ایرانی که مردم آذربایجان هم به ارزش های فرهنگی خودشون و ماندگاری در ایران افتخار می کنند و روی هم رفته در درازهای تاریخ گرفتاری با مردم ارمنی و آسوری نداشتم. ما به پایان زمان این برنامه رسیده ایم. از خانم غزاله بار دیگر سپاسگزاری می کنم. من این برنامه رو درباره تاریخ آذربایجان، آتورپاتگان و پیدایش این سرزمین و چگونگی آمدن دسته های ایلی ترک به این سرزمین در هفته های آینده با شما پیگیری خواهم کرد. سپاسگزار مهر شما هستم.